درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 26 سپتامبر 2023 میلادی برابر است با 4 مهر ماه سال 1402 خورشیدی. امواج میدیا به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مذاکره کنندگان هسته‌ای اجازه داده تا با آمریکا به صورت مستقیم مذاکره کنند. بعد از ظهر 4 مهر ماه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد و آن را خبرسازی و بازی رسانه‌ای خواند. ساعتی بعد از انتشار گزارش امواج مدیا، روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بیانیه‌ای منتشر و تاکید کرد که این نوع خبرسازی‌ها و بازی‌های رسانه‌ای که معمولاً برای فضاسازی سیاسی صورت می‌پذیرد، فاقد اعتبار است. در گزارشی که امواج مدیا به نقل از منابع بلندپایه ایرانی منتشر کرد، آمده که علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، آماده است تا هفته‌های آینده در عمان با برت مکگرگ، هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا دیدار کند. در صورت تحقق جلسه مورد نظر، گام بعدی این خواهد بود که بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آمریکا به عنوان 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان با ایران جلسه تشکیل بدهند. یک منبع آگاه گمان زنی کرد که گرد همایی مورد نظر احتمالاً بعد از روز گذار برجام در 18 اکتبر سال جاری 26 مهر ماه برگزار می شود. یک رسانه اسرائیلی خبر داد که طبق گزارش‌های غیر رسمی صدای مهیب شب گذشته در خرم‌آباد احتمالاً بر اثر انفجار در نتیجه یک عملیات خرابکاری در یک پایگاه ساخت موشک‌های بالستیک بوده است. تایمز اسرائیل سه‌شنبه 4 مهر ماه نوشت که این عملیات ممکن است با استفاده از پهپادهای تهاجمی صورت گرفته باشد. به گزارش تایمز اسرائیل احتمال دارد که سازمان جاسوسی اسرائیل موساد پشت این انفجار باشد. این رسانه همچنین نوشت لرزش زمین دیشب در نزدیکی پایگاه زیرزمینی امام علی که محل ساخت موشک‌های شهاب 3 است احساس شد. گفته می شود که این موشک ها می توانند اسرائیل را هدف قرار بدهند. رسانه های دولتی در ایران گزارش دادند که حوالی ساعت 22 شب گذشته 3 مهر ماه صدای مهیب همراه با لرزش زمین در برخی مناطق شهر خرم‌آباد مرکز استان لرستان شنیده شد. این حادثه وحشت ساکنان منطقه را در پی داشت که تصور می‌کردند زمین لرزه‌ای رخ داده است. این در حالی است که مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران وقوع هیچ زمین لرزه‌ای را در خرم‌آباد ثبت نکرده است. همزمان احسان یاوری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان و رئیس شورای اطلاع رسانی این استان، امروز شنبه 4 مهر ماه به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته وقوع انفجار در خرم‌آباد منتفی است و همچنین احتمال وقوع زمین لرزه را رد کرد و گفت سایر احتمالات در دست بررسی است، اما روشن نکرد که این سایر احتمالات چه مواردی می‌توانند باشند. این در حالی است که پیش از این مهدی پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، بدون ارائه توضیحات بیشتر در مورد حادثه رخ داده گفته بود که احتمال وقوع انفجار دور از انتظار نیست. با گذشت بیش از یک سال از بازداشت دو خبرنگار زنی که اولین بار خبر مرگ مهسا امینی را پوشش دادند، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه خبر تبرئه آنها از اتهام همکاری با دولت متقاضم را رد کرد. مسعود ستایشی روز سه‌شنبه 4 مهر ماه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده نیلوفر حامدی خبرنگار شهر و الهه محمدی خبرنگار هم‌میهن گفت پرونده در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است، لذا تبرئه آنها از اتهام مورد بحث را تکذیب می‌کنیم. ستایشی در نشست خبری هفتگی خود به سؤالی درباره مصاحبه اخیر وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی پاسخ می‌داد که گفته بودند که هیچ مصداقی از همکاری موکلشان با دولت آمریکا وجود ندارد و به زودی شاهد آزادی آنها هستیم. سه هفته بعد از انتقال 13 زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان قزل‌حصار و تداوم بیخبری زندانیان، مقامات این زندان روز دوشنبه از ملاقات خانواده های این زندانیان با آنها جلوگیری کرده و با آنها گفتند که هر 13 زندانی منتقل شده به این زندان ممنوع تماس و ممنوع ملاقات هستند.
این 13 زندانی سیاسی از روز یک شنبه 12 شهریور ماه بدون ابلاغ و اعلام قبلی از زندان اوین به زندان قزل‌حصار در کرج منتقل شدند. سایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه 3 مهر ماه به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان نوشت روز دوشنبه خانواده این زندانیان برای ملاقات با آنها به زندان قزل‌حصار مراجعه کردند، اما با برخورد توهین‌آمیز ماموران زندان مواجه شدند. ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تاکید کرد که اعلام ممنوع تماس و ممنوع ملاقات بودن این 13 زندانی سیاسی منجر به افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان این زندانیان شده است. اعتراضات معیشتی در ایران روز سه‌شنبه 4 مهر ماه با تجمعات بازنشستگان کشوری در چند استان از جمله قزوین، همدان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان و کردستان ادامه یافت. تجمعات بازنشستگان کشوری از جمله فرهنگیان که به طور مداوم در هر هفته سه‌شنبه ها برگزار می شود در اعتراض به وضعیت معیشتی و رسیدگی نشدن به مطالباتشان است. بازنشستگان معترض در این تجمعات شعارهایی از جمله نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت، معلم زندانی آزاد باید گردد و گرانی تورم شکست پشت مردم زد دادند. برنامه رنجمند در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 هم اکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور،
ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارند. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. وبسایت خبری هالباش در گزارشی خبر داد که با نزدیک شدن به اولین سالگرد جمعه خونین در زاهدان، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در حال ایجاد خاکریز و خندق در اطراف زاهدان هستند. به گزارش این وبسایت خبری بلوچ، دستگاه‌های نظامی و امنیتی اقدام تقویت ایستگاه‌های ایست و بازرسی و افزایش نیروهای خود در زاهدان کردند. این گزارش تاکید می‌کند که دور تا دور شهر کانال‌های عمیق، حفر و خاکریز ساخته شده تا محورهای فرعی که هر از گاهی مردم عادی و سوخت بران از آنجا تردد می کنند کاملا مسدود شود. روز گذشته هم ویدیویی که وبسایت خبری هالباش از عبدالغفار نقشبندی منتشر کرد نشان می داد که او با نزدیک شدن به سالگرد جمعه خونین زاهدان از ضرورت یک اقدام سراسری در تمام بلوچستان سخن گفته است. رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی در واکنش به این ویدیو ضمن متهم کردن برخی از فعالان بلوچ به زمین چینی برای آشوب، عبدالغفار نقشبندی را با عبدالمالک ریگی مقایسه کردند که چند سال پیش توسط جمهوری اسلامی در خارج از ایران ربوده شده و در ایران اعدام شد. فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی در ویدیویی که روز یک شنبه منتشر شده بود از علما و عموم مردم خواست که با ایجاد یک حرکت عمومی از طریق برگزاری اعتراضات در روز جمعه و اعتصابات سراسری در روز شنبه نسبت به سالگرد جمعه خونین زاهدان واکنش نشان بدهند. امروز شنبه 4 مهر تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مخدوش کردن تابلوی خیابان محمد رضا شجریان توسط افراد ناشناس را نشان می‌دهد. خانه شجریان با انتشار یکی از این تصاویر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از این اقدام اظهار تأسف کرده و گفته است که تابلوی خیابان محمد رضا شجریان پیش از این هم مخدوش شده است. مخدوش کردن تابلوی محمد رضا شجریان 3 روز بعد از سالروز تولد این خواننده مشهور موسیقی سنتی ایران انجام می شود. منابع خبری دانشجویی از برقراری گشت حجاب در دانشگاه تهران خبر دادند. کانال اطلاع رسانی روابط عمومی دانشجویان متحد در گزارشی نوشت که 3 مهر حراست دانشگاه تهران مانع ورود دانشجویان با روسری از درب اصلی شده و اعلام کرده که برای ورود دانشجویان ملزم به پوشیدن مقنعه و مانتو تا پایین زانو هستند. این در حالی است که لایحه مصوب مجلس تحت عنوان عفاف و حجاب هم تاکید کرده که باید بانک اطلاعاتی دانش آموزان و دانشجویان به منظور شناسایی افراد بی حجاب در اختیار نیروی انتظامی قرار بگیرد. در همین رابطه 29 شهریورماه جدیدترین شیوه‌نامه اجرایی رفتار و پوشش حرفه‌ای دانشجویان علوم پزشکی و دستیاران برای سال تحصیلی 1402-1403 منتشر شد. در این شیوه نامه آمده که هر گونه پوشش کوتاه یا تنگ، مانتوی جلو باز، جنس حریر، تور و یا لباس‌های یقه باز که بدن را نمایان سازد ممنوع است. همچنین تاکید شده که باید با استفاده از مقنعه بلند تا زیر شانه و با ضخامت مناسب تمامی سر و موها پوشیده شود، به طوری که نواحی گردن و ناحیه یقه لباس هم پوشانده شود. استفاده از دوستری‌های نازک و کوتاه، شال به تنهایی یا خارج شدن مو از جلوی سر و پشت مقنعه هم ممنوع است. بنا به این شیوه نامه همچنین کاشت ناخن و آرایش‌هایی در صورت و ناخن که موجب جلب توجه دیگران می‌شود ممنوع اعلام شده است. برخی از دانشگاه‌ها نیز اقدام به اخذ تعهد کتبی با بندهای مختلف در راستای تحمیل حجاب اجباری مورد نظر کردند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که دادگاه انقلاب در کرج در پرونده مشروبات الکلی مسموم علیه 4 تن حکم اعدام صادر کرده است. فروش مشروبات الکلی دستساز تقلبی و غیر استاندارد در استان البرز بهار و تابستان امسال موجب مرگ، نابینایی و مشکلات شدید جسمانی در میان ده‌ها تن از شهروندان ایرانی شد. مقامات رسمی اعلام کرده بودند که این مشروبات تقلبی با استفاده از سهمیه الکل یک کارخانه تولید لوازم بهداشتی در اطراف کرج ساخته شده بود. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز 4 مهر گفته است که 11 تن در جریان این پرونده دستگیر شدند که بر اساس حکم صادر شده متهمان ردیف اول تا 4 پرونده به اتهام افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد به اعدام محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه تلویحاً خبر بازداشت پسر محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه را تایید کرد. ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری ضمن تایید این خبر گفت که این پرونده در حال رسیدگی است. منابع مختلف خبری پیشتر دلیل بازداشت فرزند محمد مصدق را افساد اقتصادی عنوان کرده بودند. کانال آیون نزدیک به نهادهای امنیتی که پیشتر تصاویری از لحظه بازداشت برخی از معترضین از جمله مهدی یراهی را منتشر کرده بود، 18 شهریور ماه برای اولین بار این خبر را اعلام کرد. آیون بعد از انتشار خبر از دسترس خارج شد. شنیده ها از برکناری معاون اول قوه قضاییه در آینده نزدیک حکایت دارد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 3 مهر با ابراز نگرانی از جان باختن فرامرز جاویدزاد شهروند کلیمی در زندان اوین گفت که او شهروند آمریکا نبوده است. رسانه‌های خبری روز گذشته گزارش دادند که فرامرز جاویدزاد که بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت و خونریزی معده داشت، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان اوین جان باخته است. این رسانه‌ها همچنین گزارش دادند که فرامرز جاویدزاد شهروند تابعیتی ایرانی آمریکایی بوده است. این در حالی است که ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جریان کنفرانس خبری روز دوشنبه خود و در پاسخ به پرسشی در خصوص این گزارش ها گفت: ما این گزارش ها را دیده ایم و تا جایی که می دانیم او شهروند ایالات متحده نبوده. ما هیچ سابقه ای در دست نداریم که نشان بدهد او اقامت دائم قانونی داشته است. این شهروند یهودی با شکایت ستاد اجرایی فرمان امام در زندان بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: با این حال ما از گزارش ها مبنی بر این که مقامات ایرانی از ارائه مراقبت های پزشکی در دوره بازداشت به او خودداری کردند نگران هستیم. بیننده هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یه پول پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. We are all passengers.
بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. در حالی که در انفجار دوشنبه در یک انبار سوخت در قره‌باغ دست کم 20 تن کشته و نزدیک به 300 تن زخمی شدند، یک مقام ارشد آمریکایی از باکو خواست که حقوق ارامنه‌ای این منطقه رعایت شود. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 4 مهر ماه به نقل از مقامات محلی قره‌باغ نوشت که 290 تن بر اثر این انفجار در بیمارستان‌ها بستری شدند که ده‌ها تن از آنها هنوز در شرایط بحرانی هستند. پیشتر مقامات محلی قره‌باغ از زخمی شدن بیش از 200 تن در انفجار یک انبار سوخت در منطقه خبر داده و خواستار کمک فوری خارجی برای رسیدگی به مجروحان شده بودند. این انفجار همزمان با پناهنده شدن هزاران تن از ساکنان قره‌باغ به ارمنستان اتفاق افتاد. بر اساس تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی دولت ارمنستان، تا روز سه‌شنبه بیش از 13 هزار تن از قره‌باغ وارد ارمنستان شدند. این در حالی است که همچنان صدها وسیله نقلیه از قره‌باغ در حال حرکت به سمت ارمنستان هستند. علی‌رغم وعده جمهوری آذربایجان مبنی بر تضمین حقوق ارامنه قره‌باغ که روز دوشنبه توسط رئیس جمهوری این کشور تکرار شد، ارمنی‌های قره‌باغ نسبت به آینده خود نگران هستند. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو می‌کنم.